حسین آقا، آخر و عاقبت اینها را نمی شود پیش بینی کرد. اگر کتکش زدی و نفرینش کردی و دیدی که ککش هم نمی گزد و دست از اداهاش بر نداشت، گردن کلفته را بفرست سربازی. اگر سربازیش را تمام کرد و باز دیدی که همان آش است و همان کاسه، برایش زن بگیر. اگر باز هم آدم پا به راه و سر به راهی نشد، چماق را بردار و بیاف به جانش و از ده بیرونش کن. برادر جان، آخرین چارهش همین است که از ده برانی که برود گم شود به ده دیگری. اگر این طور بکنی می رود برای خودش آدم درست حسابی می شود که اگر ببینیش ماتت می برد. قدیمی ها گفتند کسی تو ده خودش پیغمبر نشد. راستی راستی هم همین طور است. تو هیچ پیغمبری شنیده ای که تو ده خودش ظهور کرده باشد؟ ابدا. حضرت نوح را قبیله خودش انکار کرده. گفتن ما بهت میگیم نو، نه پیغمبر. گفتم که ممکن نیست. حسین آقا، ممکن نیست. با حرف و نصیحت کار از پیش نمی رود. اولش چماق است. اگر دیدی کارگر نشد، گردن کلفته را بفرست خدمت سربازی. سیلی های سرجوخه نمی دانی چه اثری دارد. جانور درنده را می کند این یک سگ مردنی. گرفتیم که از سرجوخه مرجوخه هم ککش نگزید. آن وقت برایش زن بگیر. اسب سرکش را گرسنگی رام می کند و مرد سرکش را زن. اگر زد و زن هم حریفش نشد، چماق را بردار و بیوف به جانش و از ده بیرونش کن. ما تو ده خودمان همچین کسی را داشتیم. بهش می گفتیم مراد خوکه. بلا بدور. مادر روزگار نظیرش را ندیده. تو اگر او را می دیدی، پیش پسرت سجده می کردی. 10 ساله بود که با چوب و چماق می افتاد به جان خواهر و مادرش. ده را برای من تنگ کرد. هرچه بهش می گفتی مراد جون بیا دست از اداهات وردار. مگر حرف تو گوشش می رفت. سگهای ده را می گرفت و پاهایشان را نل می کرد. از سوراخ پشت بام ها آب می ریخت. در ادا و اصول دست شیطان را از پشت بسته بود. یک روز رفته بودیم نماز جمعه بخوانیم. همه جمع شده بودیم. پیش نماز کمی دیر آمد. هر کی چشمش می افتاد به صورت پیش نماز از خنده قش و ریسه می رفت. صورت یارو رنگ و وارنگ شده بود. درست مثل خروس قندی. صورتش جا به جا سبز، زرد، آبی و قرمز شده بود. پیش نماز تو آمد. سلام علیکم. اما کسی از سور خنده نا نداشت که بگوید علیکم سلام. نگو که پیش نماز رفته سر چشمه زیر چنار دراز کشیده و خوابیده و مراد خوکه پنهانی رفته سر وقت یارو و صورتش رو رنگ زرد کرده. پسر را گیر آوردیم و با چماق افتادیم به جانش. الاغ، این چه کاری بود کردی؟ گفت که خواستم بهتون نشون بدم که آخون وضو نمیگیره و میاد نماز میخونه. اگه وضو میگرفت آب رنگی میشد و میدید که قضیه چیه. معلومه که آخونده با دست نماز اصلا بیگانه است. مراد را زدیم به زمین و گرفتیمش به باد کتک. عین خیالش نبود. حسین آقا، از بازی ها و حقه های مراد خوکه که هرچه بگویم کم گفتم. پیرزن 70 ساله‌ای توی ده بود. اسمش فاتیننه، بیوه هم بود. مراد خوکه 14 ساله که شد فاتیننه را بلند کرد و برد سر کوه. پیرزنه را 3 روز تمام آنجا نگه داشت. همه ده به جستجویش پرداختیم. آخرش سر کوه توی غار هر دوتایشان را غافلگیر کردیم. نگاه کردیم و دیدیم که مراد خوکه مست و خراب لم داده. بطری های عرق ریخته دور و برش. دست میزند و فاتیننه هم میرقصد و غر میدهد. پیرزنه را لخت مادرزاد کرده بود که بشکن بزند و اتوار بریزد. هر که دستش چیزی گرفت و افتاد به جان مراد خوکه. حالا نزن کی بزن. بی ارزیه پست. آبرو واسه ما نگذاشت. تو صورتش توف کردیم. آخر می دانید تو ده ما کسی یادش نمی آید که یک همچین افتضاحی دیده باشد. اما مگر مراد از رو رفت. گفت که مگه من چه بدی کردم؟ شما هیچ کدام که نمی رین خبری از فاتیننه بی کس و کار بگیرین. من خواستم دلش کمی باز بشه. باز زدیم و زدیم که فاتیننه دوید تو دعوا که پناه بر خدا. اینجای نوه منه. خدا واسه عیالش نگهش داره. من اهل دعوا مرافع نیستم. اما شما هم که تفلکی مراد رو کشتین. 1000 تا فاتی قربون شکل ماه همچون جوانی بشه. ولش کنیم بره. فاتیننه این را گفت و با دست و پامان پیچید. مراد هم تا چشم ما را دور دید
خودش را رها کرد و دوید رفت بالای تپه و داد زد: من راضی، فاتیننه راضی، اون وقت به شما چه پیر مرده های خرفتی. حسین آقا: اما از دست این لعنتی، کسی همچون بیشرفی ندیده و نشنیده. هرچه از خوکبازی هایش بگم کم گفتم. یک شب دود و آتش تو ده پیچید. دویدیم و دیدیم که کاهدانی سرباز وظیفه اسماعیل آتش گرفته و زبانه می کشد. خودش سر خدمت بود. بیچاره تازه زن گرفته بود. کاهدانی از چهار طرف شعله می کشید. همه یک زبان گفتیم کار کار مراد خوکه است. بریم بگیرینش. مراد خوکه را غافلگیر کردیم. خوکه لعنتی، این چه کاری بود کردی؟ گفت یکم صبر کنیم می فهمید واسه چی این کار کردم. حسین آقا، کمی نگذشت که صدای فریاد زن و مردی بلند شد. توی کاهدانی دست به هوار گذاشته بودند. آهای، کمکم کنین. آتش گرفتیم. سوختیم. طولی نکشید که هر دو زن و مرد رو شناختیم. از پنجره کاهدانی زن جوان اسماعیل و کت خدای خودمان را دیدیم. کت خدا، تو کاهدانی زن بی صاحب چی کار میکنی؟ اومدم زنه رو نجات بدم. گیر کردم. از پنجره تا زمین میشد قد یک الاغ. بپر بیرون کت خدا. نمیتونم بپرم. لختم. یکی بره شلوار منو ورداره بیارم. چطور؟ لخت دویده اومده اینجا که چی؟ خب معلومه دیگه، آتش سوزی رو که دیده عجله کرده و همینجوری اومده که زودتر خاموشش کنه. زن اسماعیل هم فریاد میکشید: آهای همسایه ها، دارم میسوزم. یه دامنی رو پوشی چیزی بدین خودمو بپوشونم بیام بیرون. اه، زن اسماعیل دیگه چرا لخت و عور شده؟ کاهدانی، مراد خوکه گفت: آهای مردم، خوب گوشاتون رو وا کنین. اگه یکیتون شلواری چیزی بده به اینا، خونه و کاهدونی همتون رو بر سرش خراب میکنم. من جنس مراد را میشناختم. هرچه میگفت میکرد. نگو که یک وقتی از شب کت خدا و زن اسماعیل را توی کاهدانی غافلگیر کرده، آن هم لخت و عور، لباسهایشان را برداشته، کاهدانی را آتش زده و در رفته. کت خدا از شرم و حیا نمیتوانست لخت و پتی بیرون بیاید. زن هم از ترس جان این ور آنور می دوید. تمام مردم هم از مرد و زن و پسر و دختر جمع شده بودند. تو کاهدانی دعوا در گرفت. کت خدا و زن اسماعیل یک پالان خر و یک زین اسب گیر آورده بودند و داشتن از دست هم می قاپیدند که خودشان را بپوشانند. زن داد می زد: آخه ناسلامتی، تو اسم مرد رو بپر بیرون، برو گم شو. کت خدا هم تو روش فریاد می کشید: آخه فلان فلان شده. منو تو ده میگن کت خدا. در شأن کت خدا نیست که مردم لخت و عور ببیننش. پالونو بده به من. ناگهان موهای زن آتش گرفت و فریاد زد: ای مسلمونا، ای برادر مسلمون، سرتونو برگردونی. اگه چشمتون به عیال کسی دیگه بیفته، گناهش پای خودتونه. این را گفت و از پنجره پرید بیرون و در حالی که یک دستش رو گرفته بود جلو، یک دستش رو عقب و خودش رو پوشانده بود، رفت در منزل. پشت سر او هم کت خدا بیرون جست. او هم که پالون خر را مثل لنگ حمام به کمر زده بود و زین را هم پشتش گذاشته بود، چهار نل دوید طرف خانهش. آتش سوزی پاک فراموش شده بود. همه قشقش می خندیدند. حسین آقا، برادر جان، دوز و کلک های مراد خوکه با گفتن تمام نمی شود. همه پیش او لنگ انداختند. از سر باز کردنی هم نبود. اگر سرباز داوطلب می گرفتند، زورزورکی هم می شد، نامش را می نوشتیم و می فرستادیمش خدمت سربازی. حسین آقا، آخرش همه دست به یکی شدیم و به دست دادگاه سنش را زیاد کردیم و فرستادیمش خدمت سربازی تا ده نفس راحتی بکشد. تو هیچ مزه مشت و سیلی سرجوخه را چشیده ای؟ گفتیم بگذار آنقدر مشت و سیلی بخورد که آدم شود. اما پناه بر خدا. 6 ماه بعد شنیدیم که این مراد خوکه خودش سرجوخه شده. دیگر بعد از این حتی نمیشد دست روش بلند کرد. آدم را خانه خراب می کند. سرباز 1 ساله شده بود که خبرش رسید گروه بان شده. مردم را ترس برداشت. وای، اگر سربازیش 5 سال 10 سال طول بکشد، لابد سروان و سرگرد عذاب در می آید و آن وقت شمر هم جلو دارش نمی شود. 2 سال خدمت سربازیش که تمام شد به ده برگشت. آنقدر فیس و افاده می کرد که حتی نمی شد از پهلوش رد شد. گروه با مراد این ور پرسه می زد و آن ور پرسه می زد. ای داد و بی داد. وقتی مراد خوکه بود از پسش بر نیامدیم.
حالا که شده گروهبان مراد، مگر می شود گفت بالای چشمت ابروست؟ همین جوری هم شد. دمار از روزگار همه من در آورد. از بد بدتر شد. همه ی اهل ده جمع شدیم و عقلهای ما را روی هم ریختیم و گفتیم که فقط زن می تواند از پس این لعنتی بر بیاید. باید برای زن گرفت و آدم پا به راه و سر به راهی شود. گفت که من دیگه الان واسه خودم شدم یه گروهبان. دختر هر کی رو بخوام می گیرم و سنار مهدیه هم نمی دم. دختر شکور آقا را می خواست. شکور آقا آدم نازنینی بود. عزیز دردانه یک دختر داشت مثل گل. همه ی اهل دل جمع شدیم و شکور آقا را دوره کردیم و گفتیم چارمون دست توه. بیا و کمک کن بلکه این خوک سرکش رو بتونیم افسار بزنیم. اگه نه همین یکی دو روز دیگه مجبوریم خونه و زندگیمون رو ول کنیم و فرار کنیم. ما دیگه لنگ انداختیم. هرچی مهری هم بخوای خودمون جمع و جور میکنیم و میدیم. چه درد سرتان بدهم؟ مراد خوک زندار شد. اما این دفعه پاک شورش رو در آورد. همه ی اهالی میرفتند کار میکردند، عرق میریختند. اما او مثل آقاها میخورد و میخوابید و کلی هم طلبکار بود که من خراج بگیر ده هستم. دیگه بعد از این نمیتونین یه آدم سالم و زنده رو مرده وانمود کنین و کشت و دروش رو صاحب بشین. دیگه نمیتونین یه زن مرده رو زنده وانمود کنین و عقدش کنین که پول و پلش رو به چنگ بیارین. شما باید به من حق و سکوت بدین. باید منو چاق و چله بکنین. هرچه بهش میگفتیم که صداشو در نیار، چاق و چلت میکنیم. مگر خفه میشد. میخورد و میخوابید و تو روی من میستاد. یک روز عصری جمع شدیم توی قهوه خانه. مراد خوکه را گذاشتیم جلو من که پسر جون مراد، سرگروبان، از جون ما چی میخوای؟ مراد خونسرد گفت منو کت خدای ده بکنی. وای، پدر سگ لعنتی. میخواهد که برای ده آبرو نگذارد. وقتی دید که کت خدایش نمی کنیم عصبانی شد و گفت حالا که کت خدا نمی کنین پیش نماز بکنین. پناه بر خدا. مگر می شود پشت سر چنین سگی ایستاد و نماز خواند؟ مراد رفته رفته بیشتر خودش و دیگران را از راه به در می برد. زنها را بلند می کرد و می برد سر کو. دزدی می کرد. گوسفندها را کش می رفت. خرمنها را آتش می زد. همه من ایوالا گفتیم. همش می گفت منو پیش نماز بکنین جون سالم در ببرین. اگه نه همه تونو سر به نیست میکنم. حسین آقا جان تو اگر میخواست از دستش بر میامد. پیش خودمان گفتیم حالا که اینطور شد چرا ما او را سر به نیست نکنیم. مراد خوکه را تو خواب غافلگیر کردیم و ریختیم روش و کشان کشان بردیمش سر کو. آهای مردم، محض رضای خدا انقدر بزنیدش که جونش در بره. با چماق افتادیم به جانش و آنقدر زدیم که مثل پنبه ی حلاجی شده درب و داغون افتاد. یکی چماق را پایین می آورد و می گفت ده بگیر کت خدا. دیگری می زد و می گفت ده بگیر جناب پیش نماز. مراد تکانی به خود داد و جست و ایستاد پیش رومان. لعنتی هفت جان داشت مثل جان سگ. بعدش داد زد میرم یه پیش نمازی می شم که همه تون ماتتون ببره. آن وقت سلانه سلانه راهش را کشید و رفت. خب شرط از سر ما کم کن. برو پیش نماز سهل است. آیت الله بشو. حسین آقا اینجوری بلا رو از ده دور کردیم. ده پس از مدت‌ها روی آرامش را دید. یک چند روزی گذشت. نام مراد را دیگر فراموش کردیم. ماه روزه رسید. آخوندی به ده آوردیم. آدم مقدسی بود. انقدر مقدس که دست و پایش را می بوسیدیم. چقدر عابد و پرهیزکار بود. از هر کلمه‌اش کرامت می‌ریخت. بعد از رمضان بهش التماس کردیم. تصدقت بشیم آقا، هر چی بخوای میدیم. تو فقط ما رو بی صاحب نذار. آقا ما رو ول نکرد. تو ده ماندگار شد. روزی از روزها زد و از ده همسایه مهمانی برای ما آمد. از این ده تا آن ده 5 ساعت پای پیاده می‌رفتی راه بود. نزدیکی‌های ظهر در مسجد قشقرقی به پا شد. همه فکر کردیم سقف مسجد ریخته سر مردم. دویدیم طرف مسجد و چشمتان روز بد نبیند. دیدیم که مهمان آخوند ما را زیر مشت و لگد گرفته. به زور آخوند را از دستش گرفتیم و خودش را زدیم به زمین که چلاخ شده دستتو به چه جسارتی بلند کردی روی آدم مقدسی مثل این. یارو فریاد زد مقدس کجا بود؟ بلای جون ده ماست. رفته ریش و پشم گذاشته و خودش را پیش نماز جا زده. زنم را ورداشته برده سر کوه. بلم کنین این بی شرف را بکشم. یارو را حسابی تو سری و کتک زدیم و نیمه جان راهش انداختیم و بعد افتادیم به دست و پای آقا و عذر خواستیم.
یک روز دیگر باز از همان ده مسافری آمد. از قضا زد و چشمش افتاد تو قهوه خانه به آخوند. تا ما به خود بیاییم، چماق خارداری را که با آن الاغش را میزد برداشت و هجوم کرد طرف آخوند. آقا را زور زورکی از دستش گرفتیم. یارو داد کشید، ولم کنین این بیشرف و خفش کنم. یه گله گوسفندم رو دزدیده و آب کرده. این سگ لعنتی رو ما از ده بیرون کردیم که حالا اومده ریش گذاشته و خودش رو آخون جا زده. مگر تو دنیا دو نفر مثل هم پیدا نمی شود؟ خدا از هر چیز دوتا خلق کرده. اما مگر مردم این را می فهمیدند؟ هر که از آن یکی ده می آمد تا آخوند ما را می دید خون راه می انداخت. قرار گذاشتیم که هر وقت کسی بیاید آخون را بپاییم که چیزیش نشود. اگر نه آخون را می کشتند و خون آدم مقدسی به پای ما نوشته می شد. حسین آقا، چه بگویم؟ خودت می بینی که وقتی کسی مختصر شباهتی با یک آدم بد داشته باشد، چه بر سرش می آید؟ برادر جان، کار به اینجا ختم نشد. یک روز صبح زود به صدای هیاهو بیدار شدیم و دیدیم که اهالی ده مجاور سوار بر اسب به ده ما حمله کردند. می گفتند، یا محمود جونور رو بدین یا بیاین جنگ کنیم. محمود جونور کی باشه؟ همون بیشرفی که خودشو آخون جا زده و شما گولشو خوردین. حالا خوب دست نگه داریم بشینیم صحبت میکنیم. ده ما تو محاصره اشان بود. دو پاشان را کرده بودن توی یک کفش که آخون را بگیرند. یکیشان را انتخاب کرد و فرستادن که بشینیم صحبت کنیم. ما هم یکی دو نفر از ریش سفیدان سرد و گرم چشیده ده را انتخاب کردیم. تو قهوه خانه بگو مگو شروع شد. به فرستندگان ده مجاور گفتیم دوستان، اگه ده ما رو درب و داغون هم بکنین تا ما جون در بدن داریم آخوندمون رو دست شما نمیدیم. شما عوضی گرفتین، خیال میکنین که محمود جونور همین آدم مقدسی است که تو ده ماست. راستش ما اینو تسلیم شما نمیکنیم، گناه داره. جواب خدا رو چی میدیم؟ تو این دور و زمونه خیال میکنین چند تا آدم مثل این پیدا میشه؟ اگه دنیا دنیاست و ما یه لقمه نون از گلمون پایین میره، محض خاطر و حرمت همیناست. در جواب این حرفا یکی از آن طرف گفت شما آدم مقدس ندیدین و خیال میکنین که محمود جونور هم داخل آدمه. آدم مقدس یعنی آخون مراد، پیش نماز عابد ده خودمون، حرف که بزنه حکمت ازش میباره. ریش داره تا بند نافش. پاش رو به جایی که آدم بی وضو باشه نمیذاره. بسم الله نگه قدم بر نمیداره. آخون یعنی آخون مراد خودمون. گفتی چی؟ مراد؟ نکنه مراد خودمون باشه. نگاه کن ببینم، چشاش مایل به آبی نیست؟ چرا؟ بگو ببینم، انگشت کوچولوی دست چپش رو نبریدن؟ چرا؟ آن وقت اهالی ده ما همهشان داد زدن، چه نشستین که پاشیم بریم این بیشرف رو غافلگیر کنیم و جون سگش رو بگیریم. خوب رفته تو ده همسایه پیش نماز شده. این دفعه هم آن یکی ها به دست و پا افتادند. ممکنه فقط شبیهش باشه، اشتباه میکنین. آخون مراد آدم مقدسیه. کم مانده بود که دوتا ده بیفتن به جان هم. آقا شکور میانجگری کرد و گفت دست نگه دارین. معلوم میشه که مراد خوکه ما ریش و پشم گذاشته و رفته تو ده همسایه خودشو پیش نماز جا زده. عوضش محمود جونور اونا هم ریش و پشم گذاشته و خودشو به ما آخون جا زده. زیاد جوش نزنین. همه چیز مثل روز روشنه. اونا از مراد خوکه راضی هستن، ما هم از محمود جونور. حالا اگه بخوایم اینا رو باز بیرونشون کنیم میرن و میافتن به جان یه ده دیگه. این به جای خود. معلومم نیست که کی دوباره بیاد آخوند ده ما بشه. اینه که من میگم خوبه با هم کنار بیایم. مثل اینکه چیزی نشده. اون یکی آدم مقدس باشه اونجا، این یکی هم آدم مقدس باشه اینجا. بعدش آشتی کردیم و نشستیم کنار هم چای و قهوه خوردیم. با آنهایی هم که سوار آمده بودن دوغ دادیم و همهشان را راه انداختیم. وقت رفتن دستشان را میزدند به زانوهاشون که عجب ندانم کاری کردیم و قدر و قیمت محمود را ندانستیم. ما هم مثل آنها به زانو می زدیم که این چه حماقتی بود که آدم مقدسی مثل مراد را از ده بیرون کردیم. افسوس که مراد را خوب نشناخته بودیم. روزها و ماها مراد همانجا آخوندی کرد. مردم روی دست بلندش می کردند. ما هم آخوند خودم را روی دست بلند می کردیم. آره حسین آقا، کارها اینجوری است. اگر دیدی که پسر شورشو در آورد، ازش ناامید نشو و نگو که لاتو بیکار است. هرچه بد باشد به پای مراد خوکه ما نمیرسد. اولش با چماق به جانش میفتی.
بعد میفرستی خدمت سربازی. اگه دیدی دست از ادا و اصولش بر نداشت برایش زن بگیر. اگر بازی گوشی کرد چماغ را بردار و بیفت به جانش و از ده بیرونش کن. خودش میرود تو یک ده دیگر چنین آدم مقدسی میشود که بیا و ببین.